به کودکانه خوش اومدید. یکی بود یکی نبود. یه روز یه مرد روستایی یه کوله بار روی خرش گذاشت و خودش هم نشست روی خرش و رفت به سمت شهر. آخه خر بیچاره گناه داره، هم بار ببره هم آقاها رو. خلاصه خر پیر و ناتوان بود، راه دور و ناهموار. توی صحرا پای خر به سوراخی گرفت و زمین خورد. بعد از اینکه روستایی به زور خر رو از روی زمین بلند کرد، معلوم شد که پای خر شکسته. دیگه توان راه رفتن نداشت. روستایی کوله بارش رو رو دوش گرفت و خر پا شکسته رو توی بیابون ول کرد و رفت. خر بدبخت توی صحرا موند و با خودش فکر کرد که یه عمر برای این و اون کار کرده و بار کشیده، بی انصاف حالا که پیر شده ولش کرده و گذاشته و رفته. حالا اگه گرگ بیابون منو تو این وضع ببینه چی کارم میکنه؟ خب معلومه دیگه، یه لقمه چربم میکنه. باید فکری کنم. خر با حسرت به هر طرف نگاه میکرد. میترسید که نکنه نهار یا شام آقا گرگه بشه. همینطوری که داشت اطراف رو نگاه میکرد، یوهویی از دور دید بله، آقا گرگه است که داره میاد به این سمت. آره، راستی راستی از دور داشت یه گرگ می اومد و اون داشت می دید. گرگ درنده همین که خر رو توی صحرا افتاده و از حال رفته دید، خوشحال شد. فریادی از شادی کشید و شروع کرد به پیش اومدن تا خره رو بدره و بخوره. خر پیش خودش گفت که اگر دست و پایی داشتم شاید تلاش میکردم تا فرار کنم و جون خودم رو نجات بدم. اما یه دفعه به این فکر افتاد که درسته که پام شکسته و پا ندارم، اما مغز که دارم، میتونم مغزم رو به کار بندازم و راه چاره‌ای پیدا کنم تا تومه این گرگ نشم. پس شروع کرد به فکر کردن تا ناامید نشه و تسلیم آقا گرگم نشه. آقا خره نقشه ای کشید. به زحمت از جاش بلند شد و روبروی آقا گرگ واستاد. همین که گرگ به اون نزدیک شد، خره بهش گفت ای سارار درنده ها، سلام عرض میکنم آقا گرگه. گرگ از رفتار خر تعجب کرد. بعد با تعجب به اون گفت سلام، چرا اینجا خوابیدی آقا خره؟ تو و بیابون و اینجا و بدون صاحب، چرا؟ خر هم ترسیده بود و سعی میکرد که خودشو نبازه. میخواست تسلیم آقا گرگه نشه. پس گفت نخوابیده بودم، بلکه افتاده بودم. بیمارم و درمنده، حالام نمیدونم چی کار کنم. نه فرار، نه دعوا، نه درست و حسابی در اختیار تو هستم. ولی پیش از مرگ یه خواهشی از تو دارم. زیاد رو من حساب نکن. آقا گرگه کمی متعجب شده بود. آخه خر و چه به این حرفا؟ گرگ از اون پرسید خواهش؟ چه خواهشی؟ از من خواهش داری؟ حالا چه خواهشی هست؟ خر فکراشو یکی کرد و بعد جواب داد ببین آقا گرگه، ببین گرگ عزیز، درسته که من خرم، ولی خر هم تا جان دارد جانش شیرین است و از شیرینی هم خوشتر است. همونطور که جان آدم برای خودش خیلی شیرینه، خب منم از مرگ خب بدم میاد دیگه. البته مرگ به من خیلی نزدیکه. خب معلومه دیگه، گوشتم هم که نصیب تو میشه. کافیه کمی دورورت رو نگاه کنی، هیچکی نیست دیگه. نوش جونت، اصلا حلالت باشه، بخور حالشو ببر. اما یه خواهشی دارم، تا موقعی که من از هوش و حواس نرفتم، بی حالم نشدم، منو نخور و تو خوردن من عجله نکن. اینجوری گناه کشتن منم به گردن نگیر.
من همین جوریشم دارم میمیرم. دقت کن ببین دست و پام داره میلرزه. دیگه جونی نمونده تو تنم که. عوضش منم قول میدم که به تو چیزی رو بگم که هیچ کدوم از خرای دیگه به تو نگفتن و تو میتونی تا آخر عمرت هر چند تا خری که میخوای رو بخوری. البته بخری و بخوری، 100 تا خر بخری و بخوری. قول میدم. گرگ متعجب شده بود، اصلا گیج شده بود، نمیدونست چی بگه، چی داره میشنوه. اما با تعجب یه ذره خودشو جمع و جور کرد و به خر گفت باشه، شرطتو قبول میکنم، اما این چیزایی که میگی خیلی عجیب و غریبه. اون چیزی که میگی کجاست؟ بعدشم خرو میشه خرید؟ اونم با حرف؟ آخه خرو با پول میخرن دیگه؟ چجوری میخوای من برم خر بخرم بعد 100 تا خرم بخورم؟ عجیبه، غریبه، عجیب و غریبه. حالا دیگه خر مطمئن شده بود که نقشش گرفته، پس شروع کرد به توضیح دادن و به گرگ گفت درسته، من طلای خالص به تو میدم. خوب گوش کن، صاحب من یه شخص ثروتمنده، اونقدر طلا و نقره داره که نپرس. من چون در نظرش خیلی عزیز بودم، برای من بهترین زندگی رو درست کرده بود. آخر منو با سنگ مرمر ساخته بود، طویلم هم با کاشی و آجرا فرش کرده بود. تازه پالونم هم با مخمل و حریر و ابریشم دوخته بود. به جای کاه و یونجه و اینام به من نقل و نبات میداد. گوشت من خیلی شیرینه. حالا میخوری میبینی، خودت حالشو میبری. صبر کن، اون وقت چون خیلی خاطرم عزیزه، همیشه نعلامم از طلا درست میکرد. من امروز تنهام، بی اجازه به گردش اومدم. حالم هم به هم خورده، حالم خیلی بده. حالا که گذشت، ولی من خیلی خر ناز پرورده ای هستم. نعلامم که از طلاست. تو گرگ خوبی هستی، این نعلا رو از دست و پای من بکن و از اون 100 تا خر بخر. بیا نگاه کن، بیا ببین چه نعلای پر قیمتی دارم. دارم میمیرم. خلاصه گرگ قصه ما به طمع گرفتار شد. بله، افتاد تو دام آقا خره. رفت تا نعل خر رو تماشا کنه، اما همین که به پاهای خر نزدیک شد، خر وقت رو غنیمت شمرد و با همه زوری که داشت لگد محکمی به پوزه گرگ زد. دندوناش از توی دهنش ریخت بیرون و دستش رو شکست. گرگ از ترس از درد فریاد کشید. بعد به اون گفت چه خری هستی تو بابا؟ این چه کاری بود کردی؟ خر میخندید و قهقه میزد، هم خوشحال بود و هم شاد. روشو کرد به آقا گرگه و گفت عجب که نداره، ولی میبینی که هر دیوونه ای تو کار خودش هوشیاره. تا تو باشی حواس گوشت خر نکنی، اونم گوشت شیرین خر. گرگ شکست خورده بود، ناله کنان و لنگان لنگان از اونجا فرار کرد. حالا نه دندون داشت و نه دست. توی راه به روباهی برخورد. با دیدن دست شلوول و شکسته و پوزه خونی گرگ از اون پرسید فای، آقا گرگه با این سر و وضع عزیزم، چی شده؟ چرا به این حال و روز افتادی شما؟ صورتت چی شده؟ شکارچی تیز دندونی مثل تو دندوناش کو؟ گرگ خیلی ناراحت شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. بعدش هم شکایت کرد که خودم این داستانو برای خودم به وجود آوردم. روباه با تعجب پرسید وا، آقا گرگه از حرفایی میزنی یا خودت؟ چطوری مگه چی کار کردی بابا؟ گرگ با ناراحتی و خیلی غمگین گفت هیچی دیگه، یه جورایی اومدم شغلمو تغییر دادم. آخه کار من سلاخی و قصابی بود، زرگری و آهنگری که بلد نبودم. امروز رفتم نعلبندیم بکنم.
خب معلومه این به روزم میاد دیگه بابا، اشتباه کردم دیگه. خب بچه ها، آقا گرگه خوب حساب کارش اومد دستش. اون فهمید که هم نباید طمع کنه و هم نباید سرک به کارای دیگه بکشه. اون باید سر از کار خودش در بیاره، یعنی تو کاری که مهارت داره بره جلو، وگرنه همیشه شکست میخوره. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. دوستای عزیزم، ممنون که با ما همراه بودید. یادتون نره روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما را برای دوستانتون بفرستید.